میخواهم درباره خط یا شیوه نوشتن زبان فارسی سخن بگویم. از آنجا که وقت این برنامه کم است، تنها درباره خط ایرانیان پس از حمله عرب سخن خواهم گفت. خط کنونی فارسی خطی است که نخست عربی را با آن نوشتند، ولی این خط در اصل عربی نیست. عرب ها خط نداشتند و ایرانیان در پدید آوردن خط برای زبان عربی سهم بزرگی داشتند، چنان که دستور زبان عربی را هم نخست ایرانیان تدوین کردند. از این رو برای پی بردن به تاریخ خط فارسی و ویژگی های آن، باید نخست به چگونگی پدید آمدن خط عربی بپردازیم. بنابراین بخش نخستین این رشته گفتارها درباره خاستگاه خط عربی است. بخش دوم درباره چگونگی نوشتن قرآن است که نخستین و مهمترین اثری است که به خط عربی نوشته شده. مهمترین مقصود از خط تبدیل درست گفتار به نوشتار است. از این رو در ارزیابی آن باید توانایی های خط را در هرچه پرسونتر دقیق تر نشان دادن زبان سنجید. در اینجا خواهم کوشید به خط فارسی از جنبه زبانیک یا زبانشناختی، یعنی کارآمدی و پرسونش، دقت در انتقال از دایش انفورماسیون بنگرم. بیگمان جنبه های فرهنگی هم مهمند و به آنها خواهم پرداخت. ویژگی مهم این خط این است که مصوت های کوتاه ا، او، ا جزو حرف های الفبا به شمار نمی آیند و همین نکته خط فارسی عربی را ناقص کرده است. به این نکته با تفصیل بیشتر باز خواهم گشت. البته ناتوانی های این خط برای زبان فارسی بسیار بیشتر از کاستی هایش برای عربی است، هرچند که در عربی هم در بروی ابهام باز است. فارسی برخلاف عربی و عبری زبانی است هندو اروپایی و همانند دیگر زبانهای هندو اروپایی نیازمند داشتن مصوت‌ها در درون واژه است. عربی به سبب ساختار دیگرسانش آن اندازه به مصوت‌ها نیاز ندارد. البته چون این سخنی وقتی درست است که با خط بخواهیم تنها حرف‌های عادی زندگی روزانه را بنویسیم، وگرنه هرگاه بخواهیم با آن بحث‌های باریک دانش‌های پرسون دقیق یا فلسفی را به روی کاغذ آوریم، این خط در عربی هم دچار اشکالی بسیار می شود. برای نمونه به کار بردن این خط در ریشه شناسی هدر دادن وقت و انرژی است. همچنین این خط در نوشتن هموگش ها، معادله های ریاضی و شیمی و گزاره ها در منطق نوین به کار نمی رود. درست نمی‌دانیم که ایرانیان از چه زمانی خط عربی را برای نوشتن فارسی به کار بردند. کهن‌ترین متن تاریخدار فارسی که به دست ما رسیده از سده پنجم هجری است. نسخه ای است از کتاب الابنیه عن حقایق الادویه در داروشناسی که اسدی طوسی شاعر آن را به سال 447 هجری دست نویسی کرده است. نویسنده کتاب ابو منصور علی ابن موفق هروی است که کتاب را چنان که برآورد می‌کنند در حدود 100 سال پیش از آن نوشته است. در گذشته بارها به این نکته پرداختم که زبان مشترک ایرانیان پیش از حمله عرب زبان پهلوی بود. پهلوی نه تنها زبان ادبیات و فرهنگ بود، زبان کشورداری شاهنشاهی پهناور ساسانی هم بود. زبان پهلوی در دودیسه اشکانی و ساسانی خود به مدت در حدود 1000 سال زبان رسمی ایرانیان بود و با آن کتاب‌های بسیار نوشته بودند. پس از پیروزی عرب، زبان پهلوی جایگاه بلند خود را از دست داد. مهاجمان مسلمان تا توانستند با خشونت بسیار برای نابودی این زبان کوشیدند. عرب‌ها که تا آن موقع کتاب ندیده بودند، کتابخانه ها را نابود کردند و کتاب ها را سوزاندند. هدف از میان بردن هویت فرهنگی ایرانیان بود تا آنان با مغزی تهی شده از داشته های پیش و بیچون و چرا بندگی ایدئولوژی مهاجمان را گردن نهند. برای این کار میبایست زبان ایرانیان نابود شود و عربی جای آن را بگیرد
همچنان که مصریان با آن تمدن بسیار کهن و درخشان زبان و هویت خود را از دست دادند و عربی زبان شدند. ولی ایرانیان ایستادگی کردند، زبانشان عربی نشد، زبان پهلوی را از دست دادند، اما زبان ایرانی دیگری را جایگزین آن کردند، زبان فارسی دری که از خراسان بزرگ آمد. در این باره در گذشته به تفصیل سخن گفتم، در اینجا تکرار نمی کنم. در سده های آغازین سلطه عرب زبان فارسی، یعنی زبانی که جایگزین پهلوی شد، خط معینی نداشت. به خطهای پهلوی، عبری و سغدی نوشته می شد. در این دوران تنها خط فارسی نبود که پایه نگرفته بود، بلکه زبان عربی هم به روش مشخصی نوشته نمی شد. به سخنی دیگر خط عربی هنوز به وجود نیامده بود. عرب ها نه خط داشتند، نه پول برای خرید و فروش. از دینار ساسانی و درهم روم شرقی استفاده می کردند. در آغاز خلافت اسلامی ده ها سال دیوان ها به زبان و خط پهلوی نوشته می شدند و سکه هایی که خلیفه ها و حاکمان اسلامی می زدند همان سکه های ایرانی ساسانی بودند با عبارتی به خط پهلوی بر آنها. برای نمونه بر سکه نقره عمر به خط پهلوی نوشته شده بود نوش خور. در زمان عبدالملک ابن مروان، پنجمین خلیفه اموی بود، 65 تا 86 هجری، که به فرمان او دیوانها و سکه ها را از خط پهلوی و رومی و قبطی به خط عربی درآوردند. چنان که گفتم عرب های بادیه‌نشین حجاز خط نداشتند، پس چیزی نمی نوشتند و کتاب نداشتند. رویدادهای قبیله ای را به حافظه می سپردند و سینه به سینه نقل می کردند، همچنان که افسانه ها و شعرهای شاعران را. در حوالی برآمدن اسلام شمار اندکی عرب هایی که می توانستند بنویسند از خط هایی که از فرهنگ های دیگر گرفته بودند استفاده می کردند. این خط ها دارای سه منشأ اصلی بودند. یکی همیر که فرهنگ و تمدنی بود در یمن با سابقه چند سده ای. همیریان دولتی تشکیل داده بودند و شاهان خود را داشتند. زبان سامیشان به عربی نزدیک بود ولی عربی نبود. نام دیگر خط همیری خط مسند است. ساسانیان و پیش از آنان اشکانیان بر همیر سلطه داشتند و آن را به پهلوی هاماوران مینامیدند. پس از تصرف هاماوران به دست ابرهه، فرمانده سپاه حبشه که با رومیان همپیمان بود، سیف ابن زیگزن شاه همیر از انوشیروان یاری خواست. انوشیروان وهرز را به هاماوران فرستاد که آن را آزاد کرد و سیف را بر تخت نشاند. خط دومی که عربی را کمابیش با آن می نوشتند خط نبتی بود، نبتی با تین. نبتیان در شمال عربستان کشوری تشکیل داده بودند که اردن، سوریه، اسرائیل، فلسطین تا صحرای سینا در مصر را در بر می گرفت. پایتختشان شهر پترا در اردن کنونی بود. زبانشان آرامی بود که با عربی کهن در آمیختگی داشت. نبتیان در فتح مصر سپاهیان ایران هخامنشی را یاری داده بودند. خط نبتی از خط سرتا گرفته شده بود. خط سرتا گونه ساده شده یکی از خطهای سریانی بود که خود از آرامی می آمد. سرتا با سین و تین نوشته می شود. خط سوم را از انبار و هیره گرفته بودند، شهرهایی در میان رودان در عراق کنونی که فرمانبردار شاهنشاهی های اشکانی و ساسانی بودند و ایرانیان بسیار در آنجا می زیستند. شهر تیسفون اقامتگاه زمستانی شاهان اشکانی و ساسانی در آن ناحیه بود. هیره که در نزدیکی شهرهای کوفه و نجف کنونی جای داشت، پایتخت سلسله لخمی عرب بود که از ساسانیان فرمان می برد. یکی از وظیفه های شاهان لخمی جلوگیری از ورود عرب های بیابانگرد به ایران بود. شهر انبار را هم در نزدیکی هیره شاپور یکم در حوالی سال 250 میلادی بنا نهاده بود. این شهر را پیروز شاپور هم می نامیدند. در نوشته های یونانی و رومی پری سبورا.
نام ایرانی انبار از اینجاست که این منطقه انبار غلات و مهمات ساسانیان بود. در هیرو انبار سه فرهنگ ایرانی، مسیحی، نستوری و عرب در آمیزش بودند. چنان که در روایت ها آمده، نخستین کسی که به عربی نوشت مردی بود به نام مرار ابن مره از مردم انبار. بنابر روایت دیگری از مردم قبیله قریش پرسیدند کتابت را از کجا آموختید؟ گفتند از مردم انبار. خطی که کوفی نامیده شد همان خط هیری یا انباری بود. پس از آنکه مسلمانان کوفه را در کنار شهر هیره ساختند، این خط کوفی نام گرفت. این هر سه خط، یعنی همگری، نبتی و کوفی، از خط آرامی سرچشمه گرفته بودند، همچنان که خط پهلوی و عبری. خط آرامی خود از فنیقی آمده بود. به هر حال در قبیله قریش که قبیله پیامبر اسلام بود، چنان که نوشتند تنها 17 تن می توانستند یکی از این خطها را کما بیش بخوانند. چنان که گفتم تا پیش از برآمدن اسلام عرب ها خط نداشتند و قرآن مهمترین و به احتمال نخستین اثری بود که به زبان عربی نوشته شد. اما قرآن را به چه خطی نوشتند؟ گفتم که خط کنونی فارسی از خط عربی گرفته شده، ولی این خط در اصل عربی نیست و ایرانیان در پدید آوردن خط برای زبان عربی سهم بزرگی داشتند. از این رو برای رسیدن به چگونگی پا گرفتن خط فارسی لازم بود کمی درباره تاریخ خط عربی سخن بگویم که هنوز به پایان نرسیده است. گفتم که عرب ها هنگام برآمدن اسلام خود خط نداشتند و شمار بسیار کمی از آنها از خط هایی که از فرهنگ های دیگر گرفته بودند استفاده می کردند. یکی از این خط ها که از انبار و هیره گرفته بودند پایه خط کوفی شد. هیرو و انبار شهرهایی بودند در عراق کنونی. درباره وابستگی آنها به شاهنشاهی‌های اشکانی و ساسانی سخن گفتم. عاملی که عرب‌ها را به فکر داشتن خط انداخت قرآن بود. در برنامه امروز می‌خواهم درباره چگونگی نوشتن قرآن سخن بگویم. پیامبر اسلام نوشتن و خواندن نمی‌دانست. آیه هایی را که بر او فرود می آمدند، کسانی که پیرامونش بودند، یعنی یارانش صحابه، از بر می کردند و نویسندگان وحی آنها را به خطی که می دانستند می نوشتند. کاغذ را نمی شناختند. از چوب درخت خرما، استخوان پهن شانه شتر، تکه های پوست، پارچه یا برگ خرما استفاده می کردند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در همه دوران 23 سال پیامبری محمد آیه‌های قرآن را در یک کتاب تدوین نکرد و این از سوی کسی که خود را پیامبر همه انسان‌ها می‌دانست شگفت‌انگیز است. دلیل اصلی را می‌توان در این نکته دانست که عرب فرهنگ نوشتاری نداشت و با کتاب بیگانه بود. زنده یاد استاد جلال همایی می نویسد اهتمام مسلمین بیشتر به حفظ قرآن بوده نه به کتابت آن. در زمان ابوبکر جنگ یمامه پیش آمد و بالغ بر 1200 نفر از مسلمین کشته شدند و در جمله مقتولین به روایت بعضی قریب 700 نفر قراء بودند. قراء یعنی قاریان قرآن، راویان قرآن، به علت اینکه در حقیقت حفظ قرآن بسته به وجود قراء بود و ممکن بود که با مرگ یا قتل آنها تمام یا پاره ای از قرآن بالمره از میان برود و برخی از آیه ها نابود شده بودند. یک نمونه از آن را در حدیث های سنن ابن ماجه میبینیم. سنن ابن ماجه که ایرانی و اهل قزوین بود در سده سوم هجری میزیست. اثر او یکی از 6 حدیث معتبر سنی است. در حدیث شماره 1944 میگوید عایشه گفت آیه سنگسار و آیه شیر دادن به بزرگسال که بر برگی نوشته شده بود زیر بالین من جای داشت، ولی زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درگذشت و ما سرگرم کفن و دفن او بودیم، بزی آمد و آن را خورد.
از این گذشته روایت‌های گوناگون از هر آیه میان مسلمانان پراکنده شده بودند که معلوم نبود کدامین راستین است کدام ساختگی. از این رو عمر برای حفظ آیه ها و یک دست کردن آنها نزد ابوبکر رفت و اصرار ورزید قرآن را گردآوری و تدوین کند. ابوبکر از این کار اکراه داشت و می گفت اگر لازم می بود خود پیامبر در زمان زندگیش می کرد یا دستور آن را می داد. پس از ابوبکر عمر در زمان خلافتش عثمان را مأمور کرد تا با همکاری عده‌ای قرآن را گردآوری و تنظیم کند. عثمان این کار را بر عهده زید بن ثابت که آخرین کاتب قرآن بود گذاشت. چنان که زنده یاد جلال همایی می نویسد نسخه ها خیلی پراکنده بود و گاهی یک سوره نزد چند نفر یافت می شده و گاهی فقط نزد یک نفر بوده است، مانند سوره توبه که فقط نزد خزیمت ابن ثابت انصاری بوده است. این سخن از نظر منطقی بدین معناست که امکان پی بردن به درستی یا جعلی بودن آیه ها نبوده است. اما گزینش زید بن ثابت مخالفت هایی را برانگیخت، زیرا پیامبر را یاران دیگری بود که در دانستن آیه های قرآن صلاحیت بیشتری داشتند. بنابر حدیث ها به ویژه صحیح بخاری حدیث شماره 103 جلد 5 باب 57 محمد 4 تن را بزرگترین آموزگاران قرآن میدانست و توصیه می کرد قرآن را از آنان یاد بگیرند. نخستین آنها عبدالله ابن مسعود بود. 3 تن دیگر عبارت بودند از سلیم برده آزاد شده ابو حذیفه، سپس معاذ ابن جبل و 4 ابی ابن کعب، ولی عثمان هیچ یک از اینان را برای گردآوری قرآن فرا نخواند. این کار را بر عهده زید ابن ثابت نهاد. عثمان روایتی از آیه ها را که زید برگزیده بود به عنوان قرآن رسمی یعنی سخن خدا اعلام کرد. این قرآن را مصحف عثمان نام دادند. سپس فرمان داد همه روایت های دیگر قرآن را از آن میان روایت ابن مسعود را بسوزانند. بنابر منبع ها از آن میان کتاب المصاحف نوشته ابن ابی داوود، عبدالله ابن مسعود سخت به این کار اعتراض کرد و وقتی عثمان فرمود نسخه قرآن عبدالله ابن مسعود را در آتش افکنند، بنابر ابن سعید در کتاب طبقات الکبیر ابن مسعود در کوفه بر منبر رفت و گفت مردم قرآنهای خود را پنهان کنید چون این قرآنها سخن پیامبرند. به خدا سوگند که من بیش از 70 سوره را از دهان پیامبر خدا آموختم وقتی که زید بن ثابت هنوز از پدر نزاده بود و پدرش مشرک بود. اختلاف‌های میان قرآن عبدالله ابن مسعود و قرآن زید بن ثابت بسیار بودند. می‌نویسند که تنها در سوره گاو بقره بیش از 100 مورد ناهمسانی وجود داشتند. چنان که گفتم ابی ابن کعب یکی دیگر از 4 راوی مورد علاقه محمد بود. او را سید القراء استاد قاریان نامیده بودند. عمر ابی را بهترین حافظ یا راوی قرآن میدانست ولی با همه روایت های او موافق نبود. در بسیاری موردها ولی نه همه جا ابی با ابن مسعود موافقت داشت و با زید مخالفت. این آشفتگی و وجود روایت های گوناگون چند علت داشت. یکی اینکه چنان که پژوهندگان این موضوع گفتند به احتمال خود پیامبر آیه ها را همیشه یکسان بر زبان نمی آورده و در آنها تغییر می داده است و داستان 7 یا 14 روایت قرآن از همین جاست. از این گذشته چنان که از حدیث ها برمی آید پیامبر گاهی آیه ها را فراموش می کرده است. بنابر صحیح بخاری حدیث 558 جلد 6 باب 61 شبی پیامبر خدا شنید مردی قرآن می‌خواند، گفت آمرزش خدا بر او باد زیرا برخی از آیه های آن سوره را فراموش کرده بودم. علت دیگری این پریشانی این بود که حافظان یا راویان قرآن ناخودآگاه یا خودآگاه در آیه ها دستکاری می‌کردند. یک نمونه آن
ابی سر از نخستین کاتبان وحی و نزدیکان پیامبر بود که گاهی واژه ها یا جمله های آیه های نازل شده را به دلخواه خود تغییر میداد و وقتی آنها را بر پیامبر میخواند محمد میگفت مانعی ندارد. پس از تکرار چند تغییر از این گونه ابی سر از اسلام بازگشت، به این دلیل که چگونه ممکن است وحی خدا با پیشنهاد من تغییر کند. پیامبر خون او را حلال ساخت و او گریخت. به هر حال عثمان یکی از روایت‌های قرآن را به عنوان کلام خدا انتخاب کرد و دیگر روایت‌ها را در آتش سوزان. پرسش مهمی که برای اندیشه خردورز مطرح می شود این است که اگر پیامبر اسلام زنده می بود آیا روایت عثمان را کاملا می پذیرفت؟ به این پرسش هیچ کس نمی تواند پاسخ دهد. از این گذشته قرآن را بر مبنای بزرگی و کوچکی سوره ها تنظیم کردند. از این رو آیه های مکی را، آیه هایی که در مکه نزول کرده بودند، در سوره های مدنی و آیه های مدنی را در سوره های مکی گنجاندند. زنده یاد علی دشتی در کتاب 23 سال می نویسد متاسفانه قرآن بد تنظیم شده و نهایت بیذوقی در تدوین آن به کار رفته است و همه مطالعه کنندگان قرآن متحیرند که چرا طبیعی ترین و منطقی ترین روش تدوین را پیش نگرفتند و قرآن را بر حسب تاریخ نزول جمع آوری و تدوین نکردند که بیشتر معنی نماید و مردمان آینده را هم به کیفیت نشو و نمای اسلام و هم به طرز فکر و روحیات شارعان آشنا کند. از موضوع اصلی خود که خط باشد دور نیفتیم. این نخستین روایت رسمی شده قرآن یعنی مصحف عثمان را به خط کوفی نوشتند و این در سال 647 میلادی یا 15 سال پس از مرگ محمد بود. به سخنی دیگر وقتی عرب‌ها به ایران حمله کردند یعنی در سال 10 هجری قرآن هنوز تدوین نشده بود و بنابراین کتابی به نام قرآن وجود نداشت. خط کوفی چنان که گفتم در اصل در هیرو و انبار ابداع شده بود، ناحیه‌ای که صدها بخشی از شاهنشاهی ایران بود و ایرانیان فراوان در آنجا می‌زیستند. خط کوفی از خط نبتی که درباره‌اش گفتم اقتباس شده بود. حرف‌های خط کوفی گوشه‌دار بودند و از تکرار تکه‌های هندسی به صورت عمودی و افقی و مورب به وجود می‌آمدند. خط کوفی کاستی‌های بسیار داشت. نه تنها مسوت‌ها یعنی حرکت‌های زیر و زبر و پیش را نشان نمی‌داد، بسیاری حرف‌ها همانند نوشته می‌شدند. حرف‌های ب، ت، سه نقطه با هم اشتباه می‌شدند چون نقطه نداشتند. همچنان که حرف‌های ه، جیم، خ و نیز سین با شین، سات با زاد و تین با زین. از این گذشته حرف دال می‌توانست با حرف کاف اشتباه شود. نکته دیگر این که حرف‌های واو، الف و ی در واژه نوشته نمی‌شدند. از این رو به سبب همشکل بودن حرف‌ها و نبود اعراب، واژه‌ها و جمله‌ها به صورت‌های گوناگون خوانده می‌شدند. برای نمونه قل به معنای بگو می‌توانست قال به معنای گفت خوانده شود و تین و به تب به معنای شهوت یا تب به معنای ملایمت خوانده شود. همچنین ملک و ملک و ملک و ملک می توانستند جایگزین یکدیگر شوند و معنای جمله را دگرگون کنند تا جایی که ایمان را کفر گردانند. درست دانسته نیست که از کی در الفبای عربی حرف‌ها نقطه دار شدند و حرکت مسوت‌ها را نشان دادند. 4 تن را نام بردند که نخستین بار اعجام یعنی نقطه روی واژه ها را در قرآن به کار بردن. بنابر حدیث هایی که ابن داوود در کتاب المصاحف گرد آورده، نخستین کسی که قرآن را نقطه گذاری کرد یحیی ابن یعمر است. چنان که نوشتن این شخص که از عربیدانان برجسته و از راویان معروف قرآن در بصره بود اصلا ایرانی بوده و در حوالی سال 120 هجری در خراسان درگذشته است. نقطه گذاری قرآن در زمان 5 خلیفه اموی عبدالملک ابن مروان انجام شد و به دستور حجاج ابن یوسف ثقفی امیر عراق بود در پایان سده 1 هجری.
حجاج ابن یوسف همان کسی است که به سنگدلی و خونریزی معروف بود و از ایرانیان تنفر داشت. به هر حال در زمان حجاج ابن یوسف قرآن را با بکار بردن نقطه های اعجام و نقطه های اعراب نوشتند. نقطه های اعجام نقطه هایی بودند برای متمایز کردن حرف های همشکل مانند ب، ت، س، س نقطه و دیگرها. نقطه های اعراب نقطه هایی بودند به رنگ سرخ برای نشان دادن حرکت ها. فتح را با یک نقطه روی حرف مفتوح نشان دادن، کسره را با یک نقطه قرمز زیر حرف و ضمه را با یک نقطه جلو یا میان حرف. میگویند نقطه های سرخ ابداع ابوالاسود دولی بود. در این تدوین تازه قرآن خوانش تعدادی از واژه ها و به دنبال آن معنای جمله ها تغییر یافت. پیشرفت دیگری در درست نویسی قرآن در سال 146 هجری روی داد که به جای نقطه های سرخ رنگ نشانه های کنونی فتح، کسره و ضمه را به کار بردند. همچنین نشانه هایی برای سکون، مد، تشدید، همزه و تنوین ابدا کردند. نوشتن که این کار را خلیل ابن احمد فراهیدی کرد که در عمان زاده شده بود و در بصره درگذشت. یاقوت حموی او را ایرانی تبار دانسته. از حمزه اصفهانی نقل کرده که خلیل ابن احمد فراهیدی از اخلاف ایرانیانی است که به دستور انوشیروان یمن را فتح کردند و جد خلیل در یمن مانده. نوشتند که خلیل فراهیدی به سبب دلبستگی فرهنگی با ایران بود، با ایرانیان بود که سیبوک یا سیبویه را پرورش داد. سیبوک دانشمند ایرانی سده دوم در نحو عربی است که اثر معروف الکتاب را نوشت که نخستین و معتبرترین کتاب در نحو عربی به شمار می رود. پس می بینیم که از نیمه دوم سده دوم هجری بود که خط عربی به شکل کنونی خود نزدیک شد. چون که گفتم قلم های هنری گوناگون این خط مثلا نسخ، سلس، رقعه، مغربی، جلی، دیوانی، نستعلیق مورد بحث ما نیستند. گفتار امروز را در همینجا به پایان میرسانم. در برنامه آینده درباره چگونگی شکل گرفتن خط فارسی که از عربی تقلید شده سخن خواهم گفت.